آموزش نرم افزار سینما 4D. در این آموزش می خواهیم با روش های اضافه کردن نور به صحنه آشنا بشیم و یاد بگیرید که چطور نور رو به صحنه خودتون اضافه کنین، اون رو مدیریت کنین و بتونین با کنترل کامل نور یک صحنه بسیار زیبا رو ایجاد کنین. برای دسترسی به ابزارک های مخصوص به نور و ایجاد نور در صفحه به نوار ابزار میریم و روی لایت کلیک میکنیم. با کلیک کردن روی لایت همطور که میبینید آبجکت ما در اینجا سیاه میشه به علت اینکه نور در قلب این قرار میگیره. برای بیرون آوردن نور و کنترل اون از یکی از محورها به سمت راست یا چپ و یا به هر جهتی که نیاز باشه نور رو میکشیم تا در بخش بیرونی قرار بگیره تا ما ببینیم که باید چه کارهایی روی نور انجام بدیم. همونطور که میبینید وقتی که ما نور رو انتخاب میکنیم ابزارها و در واقع تنظیمات مربوط به نور در این بخش قابل مشاهده هستش که شما میتونید در بخش کنترل و مدیریت نور میزان شدت نور رو کم و زیاد کنید، سایه رو فعال یا غیر فعال کنید و یا رنگ نور رو میتونید از بخش طیف رنگی تعیین کنید. در نظر داشته باشید که وقتی که شما بتونید نور محیط رو به خوبی مدیریت کنید و در واقع نوردهی مناسبی رو به محیط داشته باشید میتونید صحنه خودتون رو هرچه طبیعی تر و بهتر جلوه بدید. در ادامه آموزش یاد خواهید گرفت که چطور نور رو در صحنه خودتون به خوبی مدیریت و از اون استفاده کنید. نوری که ما در این صحنه و در اینجا قرار دادیم به حالت معمولی هستش. برای دسترسی به انواع نوردهی مختلف میتونید روی آیکون نور و روی فلش محاوره‌ای کلیک کنید و کلیک رو نگه دارید تا پنجره مربوط به انواع نوردهی باز بشه. لایت همون نوردهی معمولی هستش که ما در اینجا فراخونی کردیم. تارگت لایت نوری هستش که ما میتونیم به صورت متمرکز استفاده کنیم. در واقع ما به صورت متمرکز میتونیم به یه بخش نوردهی داشته باشیم که شما با تک تک این ابزارها در این بخش آموزشی آشنا خواهید شد. در اینجا لسز لایت رو داریم، سان لایت رو داریم که در واقع شبیه سازی نوردهی خورشید هستش. حالت بعدی سپوت لایت هستش که جهت نوردهی نقطه‌ای استفاده میشه. ابزارک بعدی ایری لایت هستش که در واقع با استفاده از این ابزارک نور رو فقط در یک بخش متمرکز نمی‌کنیم و در واقع نوعی نوردهی محیطی هستش و ابزار نوردهی بی نهایت. خب ما در ابتدا نوردهی عادی رو انتخاب کردیم که در این پنجره مشاهده میکنیم. خب مانند هر اشیا یا آبجکتی که در اینجا قرار داره میتونیم نور رو هم با استفاده از محورهای اصلی X, Y و Z به اطراف حرکت بدیم. من نور رو میکشم به این سمت و همونطور که میبینید این سمت آبجکت حالت نورانی به خودش گرفت و در واقع روشن شد و سایه اون در پشت این شکل دیده میشه. اگر من نور رو به سمت محور X بکشم همونطور که میبینید نوردهی و یا تابش نور دقیقاً از زاویه دید ما خواهد بود که باعث روشن شدن این شی در این صفحه شده. اگر من با استفاده از گردش 360 درجه به دور این اشیا بچرخم در پشت این شی همونطور که میبینید و انتظار هم داریم سایه تشکیل شده، چرا که نور از این جهت به اشیا تابیده میشه و قطعاً در پشت این شی سایه ایجاد خواهد شد. خب به حالت قبلی برمیگردیم و از دید زاویه خودمون به اشیا نگاه میکنیم. خب همونطور که گفتم وقتی که شما نور رو انتخاب میکنید و وارد صحنه میکنید در این بخش ابزارهای مربوط به نور قابل دسترسی هستش که میتونید رنگ نور رو تغییر بدین. به عنوان مثال ما میخواییم که رنگ نور ما در اینجا آبی بشه و با بازی کردن با طیف هایی که در اینجا مشاهده میکنیم میتونید رنگ نور رو به دلخواه تغییر بدین. من رنگ نور رو به سمت آبی میبرم. همونطور که میبینین در اینجا تغییرات رو به راحتی میتونین ببینین. میتونم نور رو تیره تر کنم و کلا نور رو خاموش کنم و یا روشن تر کنم، نور رو بیشتر متمایل به سفید میکنم و یا هر رنگی که مورد نیاز باشه. همونطور که در صفحه پرسپکتیو مشاهده میکنین به راحتی قابل تغییر و انتخاب هستش. شما با استفاده از طیف رنگی که در این بخش قرار داره میتونین به تمامی رنگ های مورد نیازتون دسترسی داشته باشین. وقتی که در بخش طیف رنگی تغییرات لازم رو روی رنگ اعمال میکنین در بخش کالر هم میتونین این تغییرات رو همزمان مشاهده کنین که چه نوع در واقع رنگی رو دارین به نور خودتون میدین. همچنین با کلیک کردن روی بخش کالر
طیف نوری رو در این بخش به صورت عددی هم در دسترس خواهید داشت و همچنین میتونید تنظیمات مختلفی رو روی طیف نوری خودتون داشته باشید. همطور که میبینید شما میتونید با ترکیب رنگ‌های مختلف در واقع رنگ مورد نظر یا رنگ خاصی رو که مورد نظر دارین رو به دست بیارین و با زدن کلید اوکی این بخش به رنگ انتخابی شما در میاد و در واقع رنگ نور هستش که به این رنگ دیده میشه و رنگ اشیا تغییری نمیکنه. برای ثابت کردن این موضوع ما نور رو از صحنه حذف میکنیم تا شما ببینید که این رنگ نور هستش که روی اشیا افتاده و در واقع خودشی تغییر رنگی درش اتفاق نمیفته. مجددا نور رو به صحنه میاریم، کمی میاریم بیرون که دیده بشه و میتونیم در محور زاویه دید خودمون قرار بدیم. از بخش اینتنسیتی میتونید شدت نور رو تغییر بدین، یعنی در واقع نور رو تاریکتر و یا روشنتر کنید. از بخش تیپ میتونید نوع نور یا همون فرمت نور رو تغییر بدین. در واقع این فرمت نور همون ابزارهایی رو در اختیار ما میذاره که ما از بخش لایت در اختیار داشتیم که میتونستین انواع نوردهی رو انتخاب کنید. ابزارهای مربوط به کار با سایه رو داریم که شما میتونین با استفاده از ابزارهای مربوط به سایه تغییرات مورد نظر خودتون رو روی سایه و در واقع نوع سایه‌ای که روی آبجکت خودتون ایجاد میشه رو مدیریت کنید. در اینجا تنظیمات مربوط به ویزیبل لایت رو دارین یا در واقع نور قابل رویت رو که میتونین در این بخش نوع نوردهی و یا نوع نور قابل رویت خودتون رو ببینید. منظور از قابل رویت یعنی چی؟ یعنی اینکه این نوردهی که شما در اینجا ایجاد کردین و یا همین ابزاری که نور تا چه شعاعی رو میتونه روشن کنه و تاثیر خواهد داشت. برای نشون دادن هرچه بهتره مطلب، من یک شیء دیگر رو یا هم مکعب رو در اینجا ایجاد میکنم. همونطور که میبینیم مکعب وقتی که داخل شعاع نوردهی ما قرار گرفته باشه، نوردهی که در اینجا قرار دادیم روی مکعب هم تاثیر داره و بخشی از مکعب رو روشن کرده، در حالی که اگر ما مکعب رو از این شعاع و محدوده بیرون ببریم، این نوردهی دیگه شامل مکعب نمیشه و سیستم نوردهی دیگه رو برای اشیای بعدی که از این محدوده خارج هستن مد نظر داشته باشیم. خب من مکعب رو پاک میکنم. در ادامه میرسیم به سیستم نوری خودمون. در تنظیمات نوردهی سایه یکی از عناصر خیلی مهمی هستش که در واقع میتونه به اینکه نوری در محیط قرار گرفته رو جون ببخشه. بنابراین حتما باید شما تنظیمات مربوط به سایه رو استفاده کنید. ولی اگر بخواین تنظیمات مربوط به سایه رو یا در کل سایه رو غیر فعال کنید، میتونین از بخش لومینیشن این کار رو انجام بدین. همونطور که میبینین تیک شو لومینیشن در اینجا خورده که ما با برداشتن تیک و گذاشتن تیک نو لومینیشن میتونیم سایه رو از بخش مورد نظر خودمون حذف کنیم. همونطور که میبینین دیگه سایه‌ای وجود نداره و توجهی به این که از چه زاویه نور داره تابیده میشه نمیکنه. همونطور که گفتم این در صورتی امکان پذیر هست که شما در محیطی بخواید کار کنید که قرار نیست نوری استفاده کنید، ولی اگر قرار هستش که از یه جهت نوردهی در صحنه خودتون داشته باشین، سایه خودش یه جور گویای این هستش که نوری در محیط وجود داره که در بخش دیگه سایه ایجاد شده. پس شما حتما باید تیک شو لومینیشن رو بزنید و سایه رو اجازه فعالیت بهش بدید و گزینه‌های دیگه که از این بخش میتونین به راحتی تنظیم کنین. ابزارک‌های مربوط به نور زیاد هستن که شما باید با کار کردن و تمرینات زیاد به این ابزارها تسلط کافی پیدا کنین. به عنوان مثال تب لنز رو داریم که در واقع مربوط به کارهای مربوط که در واقع مربوط به کارهای لنز هستش، یعنی در واقع شما میتونین از دید لنزهای مختلف به نور نگاه کنید و نور رو در تابش‌های مختلفی ببینید. برای اینکه بخواید تابش رو تغییر بدین، باید بعد از انتخاب لنز باید در قسمت گلوب بتونین نوع نور مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. در اینجا همونطور که می‌بینین انواع مختلفی از سیستم نوردهی قرار گرفته که شما می‌تونید به عنوان مثال نوردهی ستاره‌ای و یا رنگ نوردهی رو
تغییر بدیم و انتخاب کنید که من چندی مدل رو در اینجا انتخاب میکنم تا شما به راحتی بتونید روش استفاده از این ابزارها رو یاد بگیرید. همچنین با انتخاب سربر یا تب شادو که در مورد سایه ها هستش، ابزارهای مربوط به سایه ها هستن رو به صورت تخصصی دار در اختیار داشته باشین و بتونین از ابزارهای نور و سایه به خوبی در صحنه خودتون بهره ببرین. در ادامه مدل های نوری دیگر رو امتحان میکنیم، ولی برای اینکه بهتر ببینیم که مدل های نوری دیگر چه تاثیراتی دارن، نوری رو که در اینجا انتخاب کردیم رو با زدن کلید دیلیت در صفحه کیبورد حذف میکنیم. در ادامه تارگت لایت رو که نور نقطه‌ای هست انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید تابشی شبیه به تابش در واقع چراغ قوه رو در اختیار ما میذاره که ما میتونیم با استفاده از این ابزارک تابش نقطه‌ای رو داشته باشیم و به جهت‌های مورد نظر خودمون نوردهی کنیم. همونطور که در قسمت قبل یاد گرفتید، با استفاده از ابزارهای روتیت میتونین گردش کاملی رو برای اشیا و هر آبجکتی که در این صفحه قرار داشته باشه رو فعال کنید. برای اینکه من بتونم این نوردهی رو در واقع به مکان دلخواه خودم ببرم، میتونم با استفاده از ابزارک روتیت و فعال کردن این ابزارک در این سیستم نوردهی چرخشی رو انجام بدم و نوردهی رو جهتاش رو تغییر بدم. همونطور که میبینیم به راحتی این کار قابل اجرا هستش. و همچنین برای غیر فعال کردن موو رو انتخاب میکنم که بتونم نور رو و سیستم نوردهی رو حرکت بدم. خب من در اینجا با حرکت دادن ابزار نور نقطه‌ای از زوایای مختلفی تابش رو روی اشیای خودم پیاده میکنم تا تأثیرات اون رو روی اشیا و آبجکت ها، مثل سیستم نوردهی معمولی قبلی که روش کار کردیم، نوردهی نقطه‌ای هم دارای ابزارهایی هستش که شما میتونید با استفاده از این ابزارها کارهای مختلفی رو روی این سیستم نوردهی داشته باشید که از این بخش قابل دسترس هستش. همچنین جهت بزرگنمایی و یا گسترده‌تر و یا کوچکتر کردن نوع نوردهی میتونید با استفاده از نقاطی که در اینجا مشاهده میکنین و با گرفتن این نقطه ها با استفاده از کلیک موس و حرکت دادن موس میتونین گستردگی دهانه نوردهی رو بیشتر کنین و یا کمتر کنین و یا حتی فاصله شو افزایش و یا کاهش بدین. با استفاده از ابزار گردش 360 درجه من از زاویه دید خودم به آبجکت نگاه میکنم و نوردهی رو برای اون بررسی میکنم. خب همونطور که میبینید از این بخش به راحتی قابل نمایش هستش که چطور من میتونم نوردهی رو به صورت متمرکز روی اشیا تغییر بدم. این کار به راحتی و با گرفتن و کشیدن موس امکان پذیر هستش. همچنین شما میتونید برای تنظیمات دقیقتر و حرکت‌های بسیار دقیقتر، چه از نظر اندازه و چه از نظر حرکت دادن نور، با دابل کلیک کردن روی نقطه‌های مورد نظر، با رفتن به بخش پوزیشن و یا سایز، این کار رو با دادن پارامترهای مناسب انجام بدید. خب با این سیستم نوردهی هم در اینجا آشنا شدین. با زدن کلید دیلیت این نوردهی رو حذف میکنم و بازم به بخش لایت یا نوردهی میرم و این بار نور پراکنده رو برای این بخش انتخاب میکنم. موضوعی که هستش، اگر شما پروژه یا قبلا به عنوان پروژه نوردهی ذخیره کرده باشین، میتونین از این بخش و با زدن کلید نوردهی های مختلف به داخل نرم افزار مینی تب فراخونی کنید. گزینه دیگر
گزینه دیگه ای که در اینجا قرار گرفته سانلایت هستش که نوردهی خورشید مانند رو در اختیار ما میذاره و همطور که میبینی در اینجا ظاهر شده و من میتونم تغییرش بدم. خب از این بخش رنگ نور رو انتخاب میکنم که با کلیک کردم و دسترسی به طیف رنگی میتونم این رنگ رو در اختیار داشته باشم و با روشنتر کردن نوردهی میتونم نور رو در اینجا مشاهده کنم. برای دسترسی به تنظیمات مربوط به نوردهی خورشید میتونم از این بخش به تب ساوند برم و در اینجا تنظیمات مورد نظر خودم رو اعمال کنم. مورد بعدی که وجود داره نوردهی نقطه‌ای هستش که من میتونم با استفاده از نوردهی نقطه‌ای دقیقاً به یک بخش خاص نوردهی رو داشته باشم. گردش میکنیم و از یک سمت دیگه به اشیا نگاه میکنیم. همونطور که میبینین نوردهی که در اینجا اتفاق افتاده فقط به نقطه خاصی متمرکز هستش. من میتونم حتی با تغییر دادن سایز و تمرکز نور این حالت رو تغییر بدم و دقیقاً به نقطه مورد نظر خودم برسم و با حرکت دادن محورهای X by X و Y یا Z زوایای تابش نور رو تغییر بدم. نوع عملکرد و مدیریت این نوردهی هم دقیقاً مثل سیستم های قبلی هستش که شما میتونید از این بخش رنگ رو انتخاب کنید، سایه ها رو غیر فعال و یا فعال کنید و تنظیماتی از این قبیل. حالت بعدی نوردهی محیطی هستش که در ابتدا ما این نوردهی رو پاک میکنیم و نوردهی محیطی رو انتخاب میکنیم. کاربرد این نوع نوردهی دقیقاً چیزی شبیه به این هستش که انگار در محیط شما نقطه نوری مشخصی وجود نداره و در واقع نور به صورت پراکنده است. برای ایجاد نور پراکنده شما باید از ابزار نوردهی مخصوص به اینفاینیت لایت استفاده کنید. همونطور که در اینجا می‌بینید نوردهی که این ابزار در اختیار ما می‌ذاره به صورت محیطی هستش و تمرکز خاصی به جهت خاصی نداره. برای این ابزارک هم تنظیمات قبلی رو در دسترس داریم و میتونین طیف رنگی و یا شدت نور رو کم و زیاد کنین و مدیریت کاملی رو بر نوردهی داشته باشین. تا اینجا یاد گرفتید که چطور نور رو وارد صحنه کنین، با استفاده از ابزارهایی که در اینجا قرار گرفته نور رو مدیریت کنین و همچنین چطور انواع نورها رو برای مقاصد خاصی مورد استفاده قرار بدید.